با merhaba. Nasılsınız? خوش geldiniz به هشتمین داستان از سری پنجم سری ویدیوهای داستان های ترکی با شادی توی این ویدیو میریم سراغ یا داستان جدید دیگه که پیشنهاد میکنم تا انتهای این داستان همراه من باش که قرار کلی مطلب جدید یاد بگیریم و علاوه بر اینا کلی گرامر و نکته رو قراره مرور کنیم. اسم این داستانمون هست کاردان هیچ اشیر می؟ یعنی آیا آدم برفی اصلا سردش میشه؟ کاردان یعنی آدم برفی کاردان آدم هیچ اصلا اشور یعنی آیا سردش میشه آیا اصلا سردش میشه در واقع میخواد بگه اصلا سردش نمیشه اینجوری داره سوالر رو میپرسه توی فارسی هم داریم دیگه اصلا آدم برفی سردش میشه احساس سرما میکنه خب این اسم داستانمون هست بریم سراغ صفحه اول قبل از اینکه بریم سراغ صفحه اول من این عنوان رو بهتون میگم کاردان آدم گفتیم یعنی آدم برفی کار برفدان از آدم یعنی آدم مرد کاردان آدم یعنی اون آدمی که از برف ساخته شده که کلش میشه آدم برفی کاردان آدم هیچ اشیر این فعل اشور بن فعلش اشو هست از اشومک به معنای احساس سرما کردن سردش شدن این ری که اینجا اضافه شده پسوند فعل زمان گسترده است و در انتها پسوند پرسشی اومده بریم سراغ صفحه اول پلین کلین اسم این دختره که داستانمون هست ایلسی ایله یا میگیم ایلسی ایله یعنی با خونوادش ایلسی ایله با خونوادش این هم که برنامه باید دیگه ایلسی ایله یا میگیم ایلسی ایله اگه بخوایم به هم متصل کنیم ازمیردن از ازمیر انکارا یا به انکارا تشن مشتر یعنی نقل مکان کرده بودن اسباب کشی کرده بودن اومده بودن انکارا تشن مشتر بونه فیلم تشن هست از تشن ما که اسباب کشی کردن نقل مکان کردن پسفند فعل زمان نقلی رو دارم و بعد پسفند گذاشته ای ساده که کلش میشه چی؟ فعلا میشه مازی بعید یعنی اسباب کشی کرده بودند babasının tayini çıkmıştı. Babasının, babası yani babası, babasının, pasman da muzafone daram, tayini çıkmıştı. Tayini çıkmak yani be ma'muriyet raftan kulle in fe'l, yani ben cevabı tümü nevistem, tayini, tayini çıkmak yani be ma'muriyet raftan tayini çıkmıştı. Yani برای معمولیت باباش رفته بودن یعنی باباش معمولیتی داشت که به خاطر اون رفته بودن بابسنن به خاطر همین اینجا من پسفت بزافان الله رو دارم برای باباس و بعد از اون ای که اینجا دارید میبینید پسفت مضاف من, من هستش برای باباسنن میگه چی؟ میگه باباسنن تایینی چکمشتی پس نگاه کن این مضافان لی هم شد اینم مضاف من شد باباسنن تایینی چکمشتی چیک بره فله از رفتن خارج شدن مش پسند مازی نقلی ت پسند گذشته ساده که کلش میشه چی مازی بعید پس اینجا داریم فله مازی بعید رو میبینیم یه بار میخونم همراه من سعی کنید تکرار کنید پلین ایلسی ایل ایزمیردن آنکارای تشنمشتی بابسینن تعیینی چیکمشتی انکارا ازمیردن چوک فرقل میگه انکارا ازمیردن از ازمیر انکارا از ازمیر از از چوک فرقل خیلی متفاوت بود چوک فرقلی صفته بعد از اون پسفند یه میانجور دارم بعد پسفند گذشته رو دارم چوک فرقل ایدی خیلی متفاوت بود یعنی بی اولری یعنی بی محللری اولمشتور یعنی بی اولری یعنی تازه او یعنی خونه نگاه کن این پسوند لری که در انتها اومده پسوند ملکیه که برمیگرده به سوم شخص جمع یعنی خانه شان پس ببین نمیگه خانه شان ها حواست باشه جمع نیستش چون اینجا ما داریم میگیم یک پس میخواد بگه یک خونه شون بی اولری یعنی بی اولری یه خونه جدیدشون یعنی بی محله لری یه محله جدیدشون دوباره اینم پسوند ملکیه پس هم این همین یکی پسفند ملکی قلموش تو یعنی صاحب یه خونه جدید یه محله جدید شده بودند قلبون فیلم از قلماک به شدن پسفند مازی نقلی پسفند گذشته ساده که کناره هم اومده میشه مازی بعید پس میگم یعنی بی اولری یعنی بی محللری قلموش تو یعنی صاحب یه خونه جدید و یه محله جدید شده بودن که با این پسنده ملکی که ما اینجا داریم میبینیم داره مالکیت رو براشون بیان میکنه یه بار میخونم آنکارا ایزمیردن میردن چوک فرق لیدی یعنی بی اولری یعنی بی محله لری پلین یعنی اوکولونا کلونا میگه پلین مدرسه جدیدش رو شروع کرده بود حواست باشه باشلا بونه فیلم از باشلامک به با من شروع کردن بعد از اونم که پسفند فیل رو دارم پسفند مازی بعید رو دارم حواست باشه فیل باشلامک ما گفتیم توی داستانه قبل خیلی براتون تکرار کردم پسندی که برای این نوفل استفاده میشه توی زبان ترکی استانبولی توی جمله آ و ا هست ما تو زبان فارسی میگیم چیزی را شروع کردن تو ترکی استانبولی میگن به چیزی به کاری شروع کردن بنابراین اینجا من چی رو دارم آ رو دارم پس میخواد بگی به مدرسه جدیدش شروع کرده بود که در واقع میگیم مدرسه جدیدش را شروع کرده بود یعنی یعنی جدید یعنی اوکولو یعنی مدرسه مدرسه جدیدش بعد نه دارم بعد آ رو دارم به معنی ب. پس میگم پلین یعنی اوکولو. okuluna ve arkadaşlarına henüz alışamamıştı. Okuluna yani bir medrese eş, okulu medrese eş neye mi yancıyor derim? O be, be Ve arkadaşlarına, arkadaş dost, arkadaşları dostan eşler cami روی پسوند ملکیه بعد نه میانجی دارم دوباره آب به یه ب اوکولونا و آرکادشلرنا هنوز ما هنوز نتوانسته بود عادت کنه آلش بنه فیلمه از آلشمک و عادت کردن بعد از اون من پسوند آ رو دارم و بعد پسوند منفی فعل رو دارم حواست باشه وقتی آ قبل از ما میاد فعل نتوانستن رو داره برا ما درست میکنه توی پکیج هیتیت سطح آدو کامل مفصل برات آموزش دادم بعد از اونم پسفند مازی بعید اومد هنوز آلشا ممشته یعنی هنوز نتوانسته بود که عادت کنه کندینی چوک یالنس هیسته دیودو کندینی کندی یعنی خودش نیه میانجی ای به معنی را پسفند مفعولیه خودش را چوک خیلی تک و تنها هیسته دیودو حس میکرد هیست بونه فلمه از هیست مک نگاه کن بونه فلم چیه هیست به اضافه پسوند حال ساده استمراری شده که اییور هست بعد از ته حرف صدادار اومده خط میخوره تبدیل به ده میشه هیست دیور دو که پسفند فعل مازی استمراری در واقع اومده میگه حس می کرد استمراری در گذشته کندینی چوک یالنس هیست دیور خیلی احساس تنهایی می کرد یه بار میخونم Pelin yeni okuluna başlamıştı. Okuluna ve arkadaşlarına henüz alışamamıştı. Kendini çok yalnız hissediyordu. Okulla kimseyle oyun oynamak istemiyordu. Okulla yani tu madrese kimseyle ba ye mi yani ciro le be manaye ba ba kesi ya ba hiç oyun oynamak yani bazı ایسته میودو نمیخواست بنه فعلم چیه ایسته از ایسته میک پسفند منفی حال ساده استمراری دارم و بعد پسفند گذشته ساده اکلده او کیمسیله اویون اوینامه که ایسته میودو یعنی تو مدرسه نمیخواست که با کسی بازی کنه اویون اوینامه یعنی بازی کردن ایسته میوردو نمیخواست اینو یاد گرفتی تو درس دوم کتاب هیتیت بهتون آموزش دادم کا مثلا وقتی میخوایم بگیم فلان کار رو میخوام انجام بدم فعل اول به صورت مصدر میاد فعل دوممون که در واقع فعل اصلی جمله هست خواستن هست صرف میشه که به این شکل اینجا مصدر آورده اینم صرف شده یعنی اوکولوندا چک چوک سکرلیودو یعنی اوکولوندا یعنی تو مدرسه جدیدش یعنی جدید اوکولو مدرسه اش نیه میانجی دا به معنی در Yeni okulunda der madresi cadi deş canı çok sıkılıyordu. Bebeğim in havaset başı. Canı سکلیوردو جن سکلما یعنی خیلی دلش میگرفت و سطور میومد پس میگیم یعنی او کلوندا جنی چوک سکلیوردو جنی یعنی روح و جانش چوک سکلیوردو بو نفلم سکل از سکلما که از معنی گرفته شدن که وقتی میگیم جنی سکلیوردو در واقع میخواد خیلی گسلش سر میرفت پس من حال ساده استمراری رو دارم و بعد پس من گذشته ساده رو دارم بعد میگه پلین ازمیری چوک ازلیوردو پلین ایزمیری ایزمیری یعنی ازمیر را چوک ازلویوردو ازلو یوردو بنه چیه زله از عزلهمه از کس به معنای دلتنگ بودن دلتنگ شدن میخواد بهیه خیلی دلتنگ ازمیر میشد پس بنده مازی استمراری و ما اینجا داریم هم استمراری هم مازی اما حواست باشه اینجا میبینی چون میخواستیم بهش پسنده حال استمراری اضافه کنیم اینو یاد گرفتی توی اولین قانونا بهتون گفتم اینجا به هم مرور میکنیم بن فعلا به حرف ساده داره آبای خط شده ا خط میخوره با توجه به حرف ساده داره باقی مونده در بن فعل پسند یور کنارش قرار میگیره از لیور و بعد هم در انتها دو اضافه شد حتی اوکولا بیله گیتمک میادو حتی حتی اوکولا به مدرسه بیله بیله هم به معنی حتی هست گیت مکستی میاد و یعنی نمیخواست که بره استبون فلم از استمک پسفند منفی استمرری پسفند گذشته ساده ببین میگه حتی اوکوله بیله گیت مکستی یعنی حتی نمیخواست که به مدرسه بره یه بار حتی ورد اول جمله یه بار بیله رو آورد وسط جمله که در واقع اون تکیده رو نشون میده حتی نمیخواست که به مدرسه بره دا hep تک باش اتور استیدو اوکلدا تو مدرسه hepب تک باش ها همیشه تک و تنها تک باش حواست باشه. یعنی تک و تنها تک بنا اتورک استیودو میخواست بشن یعنی همیشه تو مدرسه میخواست تک و تنها بشین نشستن است بو از من اینجا برات می نبیسم. 20 به اضافه پسفند حال ساده استمراری میخواسته بشه که بونه به حرف صدا داره ای خط شده پس خط میخوره ای و با توجه به حرف صدا داره باقی مونده در بنفل فعل پسفند حال ساده استمراری اضافه میشه و در انتها هم پسفند گذشته ساده کنارش قرار میگیره استیوردو اوکول دا هب تک بشینه و تومک استیوردو یعنی تو مدرسه همیشه تک و تنها میخواست بشینه جانو چوک سکلیرسا جانو سکلیرسا کتاب مرکزینده کتاب لارا باکیودو یعنی روح و روانش روح و جانش چوک سکلیرسا چوک سکلیرسا یعنی اگه خیلی حوصلش سر بره کتاب مرکزینده یعنی در مرکز کتاب کتاب به کتابها نگاه میکرد باکیوردو ببین نگاه کن اینجا رو سیکل بونه فعل از سیکل ماک فعل زمان گسترده اومد و بعد پسنده فعل زمان شرطی اینجا اضافه شد چرا زمان شرطی؟ در واقع میخواد بگه اگر دل حوصلش سر میرفت این کار رو میکرد به خاطر همین زمان رو به فعل اصلی جمله داده بنابراین میگه جن چوک سکلیرسا پس اینجوری معنی میکنیم با توجه به اینکه فعل اصلی جملهم با کیوردو هست پس میگم اگر خیلی حوصلش سر میرفت ببین درسته که اینجا زمان گسترده اما فعل جمله داره تو گذشته رو برای من بیان میکنه پس به این شکل منی میکنم میگم اگه حوصلش خیلی سر میرفت کتاب مرکزینده یعنی توی مرکز کتاب کتاب مرکزین ده نمیان به معنی در کتاب به کتابها ها با نگاه میکرد یه بار میخونم Okulda kimseyle oyun oynamak istemiyordu. Yeni okulunda canı çok sıkılıyordu. Pelin İzmir'i çok özlüyordu. Hatta okula bile gitmek istemiyordu. Okulda hep tek başına oturmak istiyordu. Canı çok sıkılırsa kitap merkezinde kitaplara bakıyordu. Kış mevsimi geldi. کیش مفسیمی گلدی کیش زمستان مفسیمی مفسیم همون موسم از فصل میشه کیش مفسیمی یعنی فصل زمستان گلدی آمد هاوالار ایجه سودو میگه هوا کامل و خوب خوب سرد شد هاوالار هواها ایجه یعنی خیلی خوب کامل دیگه میخواد اون نهایت رو نشون بده سودو سوبون فیلمه از سومک میاد به معنی سرد شدن سرد بودن پس میگه هاوالار ایجه سودو یعنی هوا کامل خوب خوب سرد بود پس فند گذشته ساده رو ما اینجا داریم و بعد میگه کار یامایه باشلده کار یامایه باشلده کار برف یامایا به صورت اسم مستر اومد یه میانجی آ به معنی به فعل اصلی جمله باشلاده هست. یعنی شروع کرد به باریدن. پس میگه برف شروع کرد به باریدن. کار یامایی باشلاده. پلین ده ها اونجه هیچ کار گرمه میشدی. پلین دهارانجه قبلا قفتر هیچ کار گرمه میشدی. برف ندیده بود. بونفلم گر از گرمک. هر یر به بیاز اولدو. هر یر یعنی هر جا یا همه جا به یعنی سفید سفید اولدو شد. این رو صفته که بیاز رو ما داریم صفت قبلش بم اومده یعنی سفید سفید من ممکنه توی کتاب هم بهتون گفتم و شنیدید مثلا میگیم یه میشیل سبز سبز یا میگیم کپ کرمزی قرمز قرمز یا میگیم سر زرد زرد این قاعده خاصی نداره که چطور این صفت رو میسازیم سمایه باید بشنوید و یاد بگیرید که یکیش اینجا یاد میگیرید بم بیاز یعنی سفید سفید با هم بخون کش مفسیمی گلدی هاوالار ایجی سودو کار یامایا باشلدی پلین ده اونجه هیچ کار گرممیشدی هر یر بمبیاز اولدو پلین چک اوشیوردو پلین چک اوشیوردو یعنی پلین خیلی احساس سرما میکرد خیلی سردش میشد بونه فلم چیه اوشی از اوشی میکست با من احساس سرما کردن پسفنده استمراری بهش اضافه شد و پسفنده گذشته ساده پلین چک پلین مراقبه دیپ یک بار کارا دوکندو. پلین مراقبه دیپ میگه پلین کنچکاف شد و ببین نگاه کن اینجا فعل من به چه شکل اومده در واقع بن فعل بوده به اضافه پسفند فعلی ایب شده که بعد از حرف ت حرف صدادار اومده خط خورده تبدیل به د شده چیزی که اینجا داری میبینی وقتی این پسفند فعلی رو میبینی وسط جمله وقتی میخوای معنی کنی به این شکل باید معنی کنی بگی فعل که معنی میکنی در انتها بگی و پلین مراک دیپ یعنی بعد بگی پلین کنجکاف شد و با توجه به اینکه فعل اصلی جمله گذشته است من گذشته معنی کردم دیگه بیکز یک بار یک دفعه کارا دوکندو یعنی کارا کار برف کارا یعنی به برف دست زد دوکن از دوکن ما که معنی دست زدن لمس کردن پس میگه کنجکاو شده یه بار به برف دست زد آی چوک سوک ددی آی خیلی سرده ددی گفت بیده ها یا کاروردی. بیده ها یه بار دیگه یا میگیم دیگه دکونماما یا اسم هستر منفی اومده. بونه فیل دکون از مک پسفند منفی ما رو داریم و بعد پسفند مستر رو داریم که کلش میشه دکونماما یعنی دست نزدن. بعد یه میانجو دارم. آ رو دارم به معنی به. کاروردی. یعنی تصمیم گرفت که دیگه دست نزنه. دکونماما یا یعنی تصمیم gereft be bir daha dokunmamaya karar verdi. Yavar mıhunam. Pelin merak edip bir kez kara dokundu. Ay, çok soğuk dedi. Bir daha dokunmamaya karar verdi. Pelin evlerinin penceresinden kar topu oynayan çocukları seyrediyordu. Pelin اولرینین اولرین لری یعنی خونه شون ببین این لری پسوند ملکی برای سوم شخص جمع اولرینین پسوند مضاف الیه رو من دارم اینجا لرینین پنجره سین دن سی اینجا پسوند مضاف بعد نمیان بعد دن رو دارم به معنی از پلین اولرینین پنجره سین دن کار توپ اوینین چوجوکلری سیر ادیوردو کار توپ یعنی گلوله برف اوینین اوینا بونه فلمه از نمک به اضافه یه میانجی هست به اضافه آن که پسوند فائلیه که به بون فیلم میچسبه تا اسم فائل رو درست کنه بعد میگه چجوکلره که این ای در انتها پسوند مفعولیه به معنی را میگه بچه های را که گلوله برف بازی میکردند از پنجره خونهشون نگاه میکرد میگه بچههایی که داشتن برف بازی میکردن گلوله برف بازی میکردن رو از پنجره خونهشون تماشا میکرد سیر دیوردو و بونه فیلم سیرت هست از سیرت میکرد باشه به اضافه پسند حال ساده استمراری شده به خاطر اینکه بعد از حرف ت حرف صدادار اومده خط خورده تبدیل به د شده به خاطر این همین اینجا شما این تغییر رو دارید می‌بینید یه بار با من بخونید Pelin evlerinin penceresinden kar topu oynayan çocukları seyrediyordu. Üşümüyorlar mı? Üşümüyorlar mı? Diye düşündü. Niye inciri fekker? Diye düşündü. Diyen inciri düşündü. Fekker. Bu nefilemezdi. دوشین هست از دوشین میک به معنی فکر کردن پس من در گذشته ساده رو دارم ایشی میور لارم؟ ایشی بونه فلم از ایشی میک به معنی احساس سرما کردن سردش شدن میگه ایشی میور لارم؟ یعنی آیا سردشون نمیشه؟ ایشی میور لارم؟ اصلنده ها چوژکلار چک ایلن یادو اصلنده یعنی در اصل در حقیقت چوژکلار بچه ها. چوک که النی بچه ها خیلی داشتن حال میکردن و کیف میکردن النی یعنی می سرگرم بودن و وقت گذرونی کردن چوک النی اردو ایلن بونه از ایلن مک به اضافه پسوند حال ساده استمراری و پسوند گذشته ساده پس میگه اصلندا چوجوکلار چوک ایلنی اردو کار توپو اوینیو کزاکلا کایورلارد کار توپو یعنی آدم برفی کار یعنی گلوله برفی اوینیور بازی می کنند. اما حواست باشه فعل اصلی جمله هم گذشته است یعنی استمراری گذشته است به خاطر همین این فعلی که اینجا آورده بخوام معنی کنم بعد به صورت استمراری گذشته معنی کنم چرا چون فعل اصلی جمله هم استمراری گذشته است یعنی نگاه نکن که ببین فعل اولی که توی جمله داری می‌بینی استمراری معنی کنی نه چون دو تا فل توی یک جمله هست زمان رو آورده به فل آخری اضافه کرده کارتوپو اینو کریزاکلا کایورلار د یعنی گلوله برف بازی میکردن برف بازی میکردن کریزاکلا کایورلار با سورتمه سور میخوردند خب یه بار میخونم شمیورلار م دیه دشوندو اصلا چوچکلار چوک ایلنیودو کارتوپو اونیو کزکلا کیورلرد کمشولاری اولرینین بحچسینه کاردن آدم یپت کمشولاری یعنی هاشون کمشولارو ببین کمشو همسایه هم میتونیم بگیم همسایه ها یش یعنی اینو به عنوان علامت جمع در نظر بگیریم و اون رو بگیم پسفنده ملکیه بگیم همسایه ها یش یا میتونیم بگیم لاری پسند ملکی همسایه شون. پس به این دو شکل میتونیم معنی کنیم حالا میریم توی جمله اولرینین باچه سینه اولری خونه شون نین پسفند من در اولرینین باچه سینه کاردن ادام یابتی باچه سینه سی پسفند برای اولرینین که مزافن لعیه خب میگه اولرینین باچه یعنی برای باغچه خونه شون نمیان جی ای به معنی ب و برای برای باغچه خونه شون کاردان آدم یافت یعنی آدم برفی درست کرد کاردان آدم یافت میگه همسایه‌شون برای باغچه خونه شون آدم برفی درست کرد پس اینجا لاری داریم به یک نفر در مورد یک نفر صحبت میکنیم ولی این لاری پسمند ملکی سوم شخص جمعه داره میگه همسایشون برای باغچه خونشون آدم برفی درست کرد برنو هاوچتان گزلری کمیردندی برنو یعنی بینیش دماغش حواست باشه بورون یعنی بینی و دماغ بورون دو بخشیه بخش دوم حرف وسط صدا داره وقتی میخوایم به اضافه پسفندی کنیم که با حرف صدا دار شروع شده مثل اینجا که میخواد پسند ملکی اضافه بشه او خط میخوره کنارش قرار میگیره بورنو پس اینجا رو ببین چه تغییری کرده بورنو یعنی بینیش هاوچتان بینیش دماغش از هویج گزلری چشمانش کمردندی کمر زغال کمردندی از زغال بود کمردندی Kardan adamın düğmeleri de kömürdendi. Kardan adam kömüşe, kardan adam adam berfi. Kardan adamın, kardan adam, pesvan de Kardan adamın düğmeleri, ler kelamatı e, i pesvan de muzafe mene rübe bin. Mekhan begem dokümi haye, pesin Kardan adamın düğmeleri, yani dokümi haye adam berfi de hem kömürdendi. از زغال بود kömür dendi. Azogal bud. Koluna da süpürge taktılar. Koluna da yeni be dastaş hem kolu. Dastaş neye miyancı? A, Da hem süpürge yani caru. Koluna da süpürge. Be hem caru. E, taktılar. Takmak yani nasip kerden. taktılar. Yani mi khat جارو گذاشتن نصب کردن اند گذاشتن خب تک گذاشته ساده اینم که پسند شناسه فردی سوم شخص جمع تک تلر داری که دارید توی تصویر می‌بینید که اینجا براش یه دونه جارو قرار دادن تک تلر چو کمیک یعنی خیلی خنده‌دار به نظر میومد اومد گرون گورین بو نفلم از گورین یعنی دیده شدن به نظر اومدن Pesfende hale sadeye istemreri ve pesfende gözleşteye sade arı darım ki ince behiş ezafeş şod. Ye bar mi khunam hamra ham behun. Komşuları evlerinin bahçesine kardan adam yaptı. Burnu havuçtan gözleri kömürdendi. Kardan adamın düğmeleri de kömürdendi. Koluna da süpürget taktılar. Çok komik görünüyordu. Ertesi sabah annesi Pelin'i uyandırdı. Ertesi sabah yani sophe ruze bad, sabah bad. Ertesi sabah annesi mama neş Pelin'i, Pelin uyandırdı. Uyandırmak yani bidar kerden. Uyandırdı yani bidar kerd. Uyandır bu ne az uyandırmak. Bad az onam dır ki pasanda güzelşte istadas. Uyan bakalım okula gitme zamanı geldi dedi. Uyan bakalım yani پاشو ببینم بیدار رو ببینم اویان با کلم اویان بونه فعلمه فعل امریه اویان از اویان مکنی بیدار شدن با کلم یعنی ببینیم نگاه کنیم وقتی میگیم اویان با کلم یعنی پاشو ببینم او کلا گیت زمانو گلدی یعنی وقت رفتن به مدرسه رسید رسیده ددی گفت جمله داخل کوتیشنه اینا خیلی میشنوید با کلمه رو مثلا میگه سویله با کلمه توی فیلماش اینو سویله با کلم. یعنی بگو ببینم پس اینجا که اویان بکلم بیداش رو ببینم اکولا گیتمه زمانه گلدی اکولا به مدرسه گیتمه به صورت اسم مستر اومده زمان ترکیب اسمی نمایی. یعنی به خاطر هم اینجا من پسفند مضاف رو دارم گیتمه زمانو یعنی وقت رفتن گل دی اومد اکولا گیتمه که ستمیارم کار یادانه اکولا گیتمه که ستمیارم کار یادانه ددی گفت جمله داخل کوتیشن قرار میگیره ددی گفت به مدرسه گیت کسته میوروم نمیخوام که برم استبونه فلمه میوروم نمیخوام به مدرسه برم کار یادانه برف باریده مامان کار یاد یا بونه از یامک به معنی باریدن پس من گذشته ساده رو دارم و در انتها آن نه رو دارم برف بارید مامان برف بارید مامان انسی مامانش جمله داخل کوتیشن قرار میگیره میگه کار یا دادا، کول گیتیک النجلی دیردی میگه مامانش گفت جمله داخل کتشان رو میره معنی میکنیم. چی گفت مامانش؟ مامانش گفتش که کار یاد دادا کار یاد دادا یعنی وقتی که برف هم میباره یا فلم از یامک پسند دنده اضافه شده که این پسند در واقع به منی وقتی که هستش. میگه وقتی که برف میباره هم. okula be medrese gitmek raftan eğlencelidir. Raftan be medrese çok bahalı ve mufarrahe eğlencelidir. Diren be mani ast. Ye bar mi Ertesi sabah annesi Pelin'i uyandırdı. Uyan bakalım okula gitme zamanı geldi dedi. Okula gitmek istemiyorum. Kar yağdı anne dedi. Annesi kar yağdığında da okula gitmek eğlencelidir dedi. گروه آموزشی ترکی شادی آموزش تخصصی زبان ترکی استانبولی پکیج هیتیت یک ویژه بزرگ سالان شامل 67 ساعت آموزش ویدیویی در 187 قسمت به همراه کتاب درسی و کتاب کار پکیج ید کلیم ویژه نوجوانان شامل 31 ساعت آموزش ویدیویی در 122 قسمت به همراه کتاب درسی و کتاب کار پکیج چیت ویژه کودکان شامل 17 ساعت آموزش ویدیویی در 36 قسمت به همراه دو کتاب پکیج استانبول با شادی آموزش ترکی استانبولی ویژه سفر شامل 262 دقیقه آموزش صوتی به همراه کتابچه الکترونیکی و کتابچه الکترونیکی استانبول ارزان است راهنمای صوتی شهر استانبول پکیج ترکی با شارکی آموزش ترکی استانبولی با آهنگ و ترانه شامل آموزش 25 ترانه در 10 ساعت آموزش ویدیویی ارسال به سراسر ایران و اقصا نقاط جهان برای دسترسی به پکیج های فوق و 100 ساعت آموزش رایگان نکات و اصطلاحات ترکی استانبولی می توانید علاوه بر وبسایت از کانال یوتیوب ما هم دیدن بفرمایید www.turkishwithshadi.com